سازمان انتشار مجموعه داستان‌های ناطق آموزشی نهمین برنامه هنری و آموزنده خود را تقدیم می‌کند. جن پینه دوز. اجرا شده به دو زبان فارسی و انگلیسی. مترجم ژاله زاره. نویسنده متن، سراینده شعر و تنظیم کننده آهنگ علیرضا اکبریان. با همکاری هنرمندان محبوب شما ناهید امیریان، نادره سالارپور، حری هاشمی، مرتضی احمدی، کنعان کیانی. همراه با موسیقی هنرمندان برجسته ایران، امیر بیداریان، شاپور سلیمانزاده، محمد صباحی، ناصر نظری. محصول سوپر اسکور. در انحصار شرکت 48 داستان. یکی بود یکی نبود. سالها پیش کفاش فقیری با زنش زندگی میکرد. اونها به قدری فقیر بودن که فقط هر بار میتونستن برای دوختن یه جفت کفش چرب نخرن. کفاش نحوه کارش اینطور بود که چرم رو شب قبل میبرید و صبح روز بعد اون رو میدود. شبی از شبها به زنش گفت: زن خوبم، چرما رو بریدم و آماده کردم تا فردا اونا رو بدوزم. خب بهتره بریم بخوابیم. خسته نباشی شوهر خوبم، پس شب خوب استراحت کن. صبح روز بعد وقتی که کفاش به مغازش اومد، یه اتفاق جالب و باور نکردنی پیش اومد. وای خدای من، نگاه کن، هفت دوخته و آماده است. و چقدرم زیبا دوخته شده، خیلی جای تعجبه. هنگامی که مشتری برای بردن کفش خودش به کفاشی اومد، رو به کفاش کرد و گفت: این قشنگترین و راحتترین کفشیه که من تا به حال داشتم. من برای این کفش بیشتر از قیمتی که قبلا تهیه کردم میپردازم. متشکرم آقا، مغازه متعلق به شماست. رضایت مشتریان بهترین پاداش میتونه برای ما باشه. آفرین. بله، خواهش میکنم پول اضافی نپردازی. نه جانم، بفرمید آقا، تعارف نکنید، قابل نداره. خداحافظ. خدا نگهدار شما، خوش اومدید.
کفاش با پولی که از مشتری گرفت تونست چرم لازم مصرفی برای دوختن دو جفت کفش رو تهیه کنه. او چرم‌ها رو شب برید و آماده کرد و روی میز کارش گذاشت تا فردا صبح کار دوختن اون رو آغاز کنه. دوباره همون معجزه شب قبل اتفاق افتاد. صبح روز بعد که کفاش به مغازه اومد، کفشا دوخته و آماده بودن. درست به همون زیبایی کفش قبلی. کفاش اونا رو در ویترین مغازش گذاشت و خیلی زود هر دو جفت کفش رو فروخت. خریدارا پول زیادی بابت این کفشا بهش دادن، به طوری که حالا میتونست چرم برای 4 جفت کفش بخره. به زنش گفت: زن خوبم، همیشه خدا یار و نگهدار بیچاره ها و مستمندانه. درسته. آره، نمیدونم این معجزه ها چه جوری اتفاق میفته و اگه همینطور ادامه پیدا کنه یقینا ما پولدار میشیم و از این فلاکت و بدبختی نجات بدیم. پناه بر خدا. همیشه گفتن خدا گر ببندد به حکمت دری، رحمت گشاید در دیگری. همین دور زن مهربان. بله درسته. معجزه روزای بعدم اتفاق افتاد تا اینکه شب سال نو فرا رسید. کفاش به زنش گفت: من فکر میکنم امشب که شب سال نو هست باید بیدار بمونیم، منتظر باشیم تا ببینیم که معجزه چطور اتفاق میفته. بسیار فکر خوبیه شوهر خوبم، ولی من فکر میکنم یه آدم خیلی مهربون این کارو برای ما انجام میده که ما باید حتما اونو بشناسیم و از اون تشکر کنیم. بله بله. کفاش و زنش این تصمیمو گرفتن و در گوشه ای از مغازه پنهان شدن و تا نیمه شب منتظر موندن تا ببینن که معجزه چگونه اتفاق میفته. وقتی که عقربه های ساعت روی 12 رسید، ساعت 12 ضربه نواخت و دو مرد کوتوله سحرآمیز داخل مغازه شدند و در حالی که آواز می‌خوندند شروع به دوختن کفشا کردند. من جنبه ندودم خوشا به ها داروزم، چشمه با کفشا دیبه هرچی باشه می دوزم، شب و روز کار می کنم خدا را شکر می کنم، تکیه به باتون دارم ایمان به کارم دارم، کفاشا پینه دوزم خوشا به حالا روزم، همیشه من پیروزم کفشای خوب می دوزم، من نخر سر بارا به دوش می کشم، اطلاف به ند نکشم، شب و روز کار می کنم خدا را شک می کنم، هرچی بخوای می دوزم کفاشا پینه دوزم، زبان یا بگوها چشم هر دو می دوزم، کفاشا پینه دوزم خوشا به حالا روزم، همیشه من پیروزم کفشای خوب می دوزم، من سن من نخه من آها سن، از این که بنده جنم از سایه بی عجنم، عجوج مجوج زشتم این بوده سر نوشتم، لنت بشه تو کنم لنها رو قیتون کنم، کفشا باهاش هم بودم کنم و پینه بودم، کفاشا پینه دوزم خوشا به حالا روزم، همیشه من پی دوزم کفشای خوب می دوزم، من سن نقرم
کنم سوزن بده نکنم شما بگیر جلاش کار با درش سوراخش کنم سوزن بزنم بالا خوکش بزن تو حالا یک کوک رو و یک کوک سیر چفش عالی بینه خیر کفاشا بینه روزم خوشا به حالا روزم همیشه من بیروزم چفشای خوب بیروزم من زن نه خیر من نه تو نه تو نه سنت نه من تو ببین ببینی اونا آدم کوچولوهای زهرآمیز هستن من هیچ لباسی هم تنشون نیست آره طفلکی ها چقدر تند و سری کار میکنن لابود سردشونم هست آخه آره. من به عنوان هدیه یه سال نو حاضرم براشون لباس بدوزم آره بدوز خیلی هم بدوز کتوله ها ساعت ها کار کردند و بالاخره بعد از اینکه کفش ها رو دوختن رفتن کفش ها واقعا زیبا و قشنگ بودن از این آدم کتوله ها بودن ما رو پولدار کردن ما چطور میتونیم محبت اونا رو جبران کنیم؟ تنها کاری که میتونیم برای اونا بکنیم اینه که براشون لباس مناسبی بدوزیم که گرم باشن بعد مغازه کفاش خیلی شلوغ شده بود چون اون همه جور کفش برای فروش داشت چکمه برای زنان و مردان کفشای کوچیک برای بچه ها در رنگای مختلف و قشنگ از قرمز، سبز، آبی گرفته تا رنگای دیگه یه روز یه دختر کوچولو با مادرش جلوی مغازه کفاش ایستاد اونا کفشو خریدن و دخترک خیلی خوشحال شد شهرت کفاش همه جا ورد زبونا شده بود همه اهالی شهر درباره کفاشی که کفشای بسیار زیبا و راحت می دوخت صحبت می کردن کفشای او راحت ترین کفشایی بود که تا به حال هیچ کس ندیده و نپوشیده بود کفاش و زنش روز به روز مشهور و ثروتمندتر می شدند اونها فروشگاه بزرگی ساختند که در تمام شهر نظیر نداشت و همیشه مملو از مشتری بود چند روز بعد زن کفاش لباس آدم کوتوله ها رو دوخت و تموم کرد او دو تا جلیقه با دو تا شلوار و دو تا کلاه که هر کدوم پر قرمزی داشتن براشون دوخته بود اونا تو این لباسا باون معرکه خواهند شد آره امیدوارم که از سلیقه ما بود لباسا خوششون بیاد آره لباسا رو روی میز کار کفاشی گذاشتن و در گوشه پنهان شدن و منتظر اومدن کوتوله ها شدن به زودی نیمه شب شد و طبق معمول آدم کوتوله ها اومدن و آماده شروع کار شبونه خودشون شدن که در همین موقع چشمشون به لباسا افتاد و متوجه لباسا شدن چقدر ما تو این لباسا قشنگ میشیم دوست
دوستامون به ما عزادی رو میگه. آدم کوچوله ها لباسا رو پوشیدن و به همدیگه نگاه کردن و زدن زیر خنده. ببینم تو چقدر خوشگل شدی. چی شد؟ به خودت نگاه کن، با این لباسام شر شدی. من که باورم نمیشه تو جن پینه دوز باشی. منم همینطور راجبتون فکر میکنم. اونا که ذوق زده شده بودن همینطور میخندیدن و در حالی که دور مغازه میچرخیدن همدیگر رو به هم نشون میدادن و در همین حال و احوال شروع کردن به خوندن آوا. اینقدر ما خوشگل شدیم و شیک شدیم نمیشه که کم باش بشیم. وقتی که ما قشنگ شدیم و خوشتیم شدیم نمیشه که کم باش بشیم. بینه شیرینی و اصل بخور تو رو شده من قشنگ بخور. با این کلا و دکوبون با این لباس و سر کل میخوری که فراش بشیم پینه دوز کم باش بشیم. نه نمیشه که کم باش بشیم نمیشه که کم باش بشیم. اجتماع میکنی تو خودتو نگید ما همون کف باشیم. تن آدمی شریف بس به جان آدمی جد به همه لباس زیباز نشان آدمی جد. تن آدمی شریف بس به جان آدمی جد به همه لباس زیباز نشان آدمی جد. درست. اونا همینطور که دور میز میرخصیدند به آوازشون ادامه دادن. جن دین دو چقدر تو نونبای شدی شاد و شون خوشنگ خیلی تو خوش اندا شدی با این سر و پاز مثال دو مدا شدی. کی میگه که فهم باش تو این پین دوز کم باش تو این کی میگه که در باش تو این پین دوز کم باش تو این. یار شفیق تو هم که شیکوپیک شدی با این لباسا چه خوشگل و خوشتیپ شدی با این دک و پان مشال تو ماداش شدی. کی میگه که فراش توی پین دوز کم باش توی کی میگه که فراش توی پین دوز کم باش توی. که توی زندگی کار کنه میخستگی آقابت موفقه رها میشه به بردگی. بیانگی تلاش کنیم خونه رو آبادش کنیم بیانگی تلاش کنیم خونه رو آبادش کنیم. دستامونا به هم بدیم همه متحد بشیم ریشه فخرانه و تو ما برچدیم زفر زمین. بیانگی تلاش کنیم خونه رو آبادش کنیم بیانگی تلاش کنیم خونه رو آبادش کنیم. جنم و پیم دوزم خوشاقه ها در روزم چکمه و کفش و گیبه هرچی بخواییم میدوزم. جنم و پیم دوزم خوشاقه ها در روزم زبان یا به کوها چشم حسود میدوزم. بیانگی تلاش کنیم خونه رو آبادش کنیم بیانگی تلاش کنیم خونه رو آبادش کنیم. کوتوله ها بعد از اینکه آوازشون رو خوندن در حالی که با خوشحالی فراوون دور اتاق میچرخیدن و میرخصیدن شروع کردن به زمزمه کردن. بس دیگه داره دیر میشه باید بریم.
کوتوله های مهربون بعد از اون شب دیگه به مغازه کفاش بر نگشتن. اما کمک اونا به قدری کفاشو مشهور کرده بود که مردم از گوشه و کنار کشور برای خریدن کفشای او به اون شهر می اومدن. کفاش و زنش که حالا از افراد ثروتمند شهر شده بودن، هیچ وقت خاطرات تلخ روزای گذشتشون رو فراموش نکردن و با پول و ثروت هنگفتی که به دست آورده بودن به خدمت جامعه و حمایت از مردم مستمند شهر شتافتن. از این روزا کفاش به زنش گفت: زن عزیزم، به حمدالله که ما از اون زندگی سخت بالاخره نجات پیدا کردیم. درسته. و امروز زندگی بسیار راحت و آسوده‌ای داریم. درسته. حالا که خدا این ثروت بیکران رو به ما داده، ما هم نباید ناشکری کنیم و از این ثروت فقط به نفع خودمون استفاده کنیم. بله. مردم این شهر خیلی به گردن ما حق دارن. در حقیقت این ثروت مال اوناست. ما این مال و ثروت رو از همین مردم به دست آوردیم. درسته. حالا وقتش رسیده که محبت اونا رو جبران کنیم و به کمک اونا بریم. بله، شوهر مهربان و وظیفه شناسم. هیچ لذتی در دنیا بالاتر از خدمت به هم نوع نیست. من از جون و دل حرفای تو رو میپذیرم، ولی چطوری و کی میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ آها، خیلی ساده است عزیزم. ما از همین حالا شروع میکنیم. اول از همه به کارخونه سفارش بده تا جایی که میتونه کفشای کوچیک بچگانه درست کنه و تو اونا رو شب عید بین بچهای یتیم و بی سرپرست تقسیم کن. باشه. به معمار بگو تعدادی مدرسه بسازه که بچهای شهرمون در اونجا درس بخونن و تحصیل کنن. به خانواده های بی سرپرست و فقیر شهر سر بزن و احتیاجات اونا رو رفع کن. خیلی تند و سریع. حتما. کفاش و زنش سالیان دراز به خوبی و خوشی زندگی کردند و بقیه عمرشون رو در راه خدمت به مردم گذروند و هرگز اون دو مرد کوچولو رو که خوشی و سعادت به زندگیشون آورده بودند فراموش نکرد. دوستان عزیز، اجرای فارسی نهمین کتاب قصه ناطق سوپرسکوپ رو شنیدید که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. دهمین کتاب قصه ناطق سوپرسکوپ شامل دو برنامه جالب، بی‌نظیر و استثنایی است که
به زودی در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. حالا توجه شما رو به برنامه ویژه ماجراهای پینوکیو که در پشت نوار قبل از شروع برنامه انگلیسی اجرا گردیده است جلب می‌کنم.